تقدیم سلام حضور بیننده های عزیز تلویزیون آریانا افغانستان، هموطنان عزیز و بیننده های نهایت گرامی. باز هم ادامه کمک های بنیاد خیریه نویزاده هست و این بار کمک های ویژه رمضانی که از جانب بنیاد در 30 روز ماه مبارک رمضان آغاز شده و در ابتدا ماه سیام، ماه پرفیض و برکت و ماه نزول قرآن و بهار قرآن مبارک میگم بر همه مؤمنین جهان، بخصوص مردم نازنین افغانستان. و کاروان کمکی ما باز هم با گوشه های از افغانستان سفر میکنه و این بار اولین کمک امروز خود در روز دوم ماه مبارک رمضان از شهرک علی‌آباد شهر مزار شریف آغاز کردیم و امیدوار هستم که در 30 روز رمضان شما گزارش های ما را پی هم تماشا بکنید و کمک های بنیاد خیریه نویزاده که کاروان به کجاها خاطر است. ما با اساس هدایت جناب آقای کمال نبیزاده، رئیس بنیاد نبیزاده که قبلا برای ما وظیفه داده بودن، ما یک پلان کاری یک ماهر البته به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ترتیب کردیم که البته دو قسم کمک ها را ما البته اینجا انجام میدیم، که یکی کمک مواد خام است و دیگه هم کمک مواد پخته است، که یک روز کمک های مواد خام توزیع میشه و مستقیم شد و روز بعدیش البته کمک های پخته برای کسایی که اونا مستحق هستند در عموم شهر البته توزیع میشه. جایشان قبلا ما از طریق رسانه اعلان کردیم که باغ کمال نبیزاده در مسیر سرک شادیان قرار داره که مردم میتونن که اونجا از مواد پخته استفاده بکنن. آقای نبیزاده دست درد نکنه که بسیار کمک های خوب برادمی از مردم فقیر علی‌آباد سر میزنن، مهربان مردم فقیر علی‌آباد کمک میده در این ماه مبارک رمضان. تشکر از آقای نبیزاده که کمک ها رو در مردم، در فکر مردم، در مردم کمک میکنه. ولی خواهش معمی است که از آقای نبیزاده کمی مسجد ما برادمی فقط سرواز بنده امیر یک کمک برادمی بکنه. ما ارشه خیلی تشکری خواهش میکنیم. در کلانترا بسپارن که در خانواده های فقیر بتن، نهی که در قوم های خودش مثلا در یا در چیز خودشان، چون ما یک کلانتر داریم که اطلاع دارم فقط هرچی کمکی که میشه برای خودش و برای انواع خودش اید فکر فقیران است. بنیاد محترم نبیزاده صاحب به سلسله کمک های همیشگی خود این بار باز هم به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان به فامیل های مستحق مواد غذایی پخته و خام در همه جای توزیع میکنه، که ما امروز شما شاهد هستین که به منطقه علی‌آباد فقیر نشین ترین منطقه شهر مزار شریف ما مواد کمکی آوردیم از بنیاد نبیزاده صاحب که شامل یک بوجیهار و یک بشکه روغن است و اینا توزیع میکنیم و امیدوار هستیم که این مواد کمکی بتونه که تا اندازه رفع مشکلات اقتصادیشون رو بکنه. اما ما از این تلویزیون صاحب بلند میکنم، میگم که این کمک ها با وجودی که دلیل تو یک شرایطی که مردم ما سخت در وضعیت اقتصادی قرار دارن یک نعمت بزرگ است، اما باز هم بسنده نیست و امیدوار هستم که این سلسله کمک ها مثل که همیشه ادامه داشته باز هم ادامه پیدا بکنه. خب بینده های عزیز، این بود گزارشی که تقدیم شما شد از شهرک علی‌آباد شهر مزار شریف و هم کمک های از جانب بنیاد خیریه نویزاده. شما خودتان شاهد بودین که
هموطنا صحبت های داشتن تا چیت اینا مشکلات دارن و واقعا اگر بین به این شهرک ببینید در این گرما که اصلا احاطه ندارم محوطه های حویلی از اینا و همونطور سقف نداره در خانه های زندگی میکنن که بالا سقف نیست در این گرما و مشکلات ها هم در اینجا است مردم سخت نیازمند است و کمک علاقمند کمک است واقعا که این کاروان کمکش بسنده نیست اما حداقل یادی از مردم است و امیدوارم همونطور که در آغاز گفتم تجار ملی دولت مردای عزیز توجه بکنه مردم ناظرین در هر کجایی که هستن اگر دستی هست برای کمک انشالله هم خورما و هم ثواب است در این ماه شما هم شریک شوین جا داره که از خانم سجی هم تشکری بکنم که سخت همکار هستن و از این که تصویر ما را و صدای ما را به گوش هموطنان ما در سراسر جهان میرسونه سپاسگزار و از همکاری هاشونم انشالله که تا برنامه دیگه که در خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند منان میسپارم خداوند نگهدار شاد و موفق باشین. Thank you.